درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 9 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 19 دی ماه سال 1402 خورشیدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه 19 دی ماه برای چندمین بار در کمتر از یک ماه گذشته بخش اعظم یک سخنرانی خود را به موضوع مشارکت مردم در انتخابات اختصاص داد. خامنه‌ای امروز شنبه در دیدار با مردم قم به طور غیر مستقیم هم مردمی را که در انتخابات شرکت نمی کنند پیرو به سیاست دشمن معرفی کرد و هم مسائل اقتصادی موجود در کشور را به پای آنها انداخت. او گفت سیاست راهبردی دشمن خارج کردن مردم از صحنه است. شرکت نکردن در انتخابات همان سیاست راهبردی دشمن است و ادامه داد آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند دشمن پیروز شده است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه رسانه‌های وابسته به دشمن را متهم کرد که کمبودها و سختی‌ها در امور اقتصادی را به رخ می‌کشند. او سپس وجود کمبودها و سختی‌ها را به عدم شرکت مردم در انتخابات ربط داد. به گفته او حضور مردم از لوازم پیشرفت انقلاب و به نتیجه رسیدن انقلاب است. خامنه ای در پاسخ به انتقادات مطرح شده از حکومت به دلیل ناتوانی در تأمین امنیت مراسم سال مرگ قاسم سلیمانی از عملکرد دستگاه‌های امنیتی دفاع کرد و گفت میزان خونسازی توطئه‌ها ده‌ها برابر چیزی است که اتفاق می‌افتد. خامنه ای بر سرکوب عوامل واقعی و پشت پرده حمله به مراسم سال مرگ سلیمانی تاکید کرد و از مردم خواست که برای شناسایی عوامل دشمن و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه با دستگاه‌های امنیتی همکاری کنند. کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران خبر داد که عصر دوشنبه 18 دی ماه در دومین سال روز جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، کارگردان فیلم و زندانی سیاسی، مراسم بیعت در امامزاده عبدالله شهر ری با فشار نیروهای امنیتی ناتمام ماند. پیش از دخالت ماموران امنیتی، مریم یاوری همسر بکتاش آبتین سروده ای از کتاب تازه او مجدی برای گلهای پژمرده را خواند و بعد از او چند تن دیگر هم سروده های بکتاش را خواندند. اما ماموران امنیتی با فشار بر خانواده بکتاش مانع ادامه شعرخوانی شدند و به این ترتیب فرصت خواندن بیانیه کانون نویسندگان هم دست نداد. در پی آن شعار درود بر بکتاش و آبتین زنده است راه او پاینده است از میان جمع بالا گرفت و ماموران امنیتی بر تهدید خانواده آبتین و دیگر حاضران در مراسم افزودند، چندان که برادر بکتاش ناگزیر شد که از حاضران پوزش بخواهد و اعلام کند که خانواده بکتاش برای حفظ امنیت مردم مجبور است که مراسم را حتی به صورت شعرخوانی ادامه ندهد. در این میان ماموران کارت شناسایی یکی از شعار دهنده ها را ضبط کردند، اما پافشاری حاضران بر اینکه تا پس گرفتن آن گورستان را ترک نخواهند کرد نتیجه داد و توانستند که کارت شناسایی را پس بگیرند. مریم کلارن دختر ناهید تقوی اعلام کرده است که این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی صبح روز سه‌شنبه به مرخصی موقت اعزام شده است. به گفته او خانم تقوی در طول مرخصی مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود و تردد او محدود به 1000 متری آپارتمانش در تهران شده است. به گفته مریم کلارن این اقدام به نوعی گویای حبس خانگی مادرش است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر تابستان امسال در پیامی از زندان اوین اعلام کرده بود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی 68 ساله را تا مرز از دست دادن سلامتی آزار و محرومیت می‌دهند. نرگس محمدی نوشت ناهید تقوی آنقدر درد می‌کشد که درد را به وضوح در چهره‌اش می‌توانید. به گفته این مدافع حقوق بشر زندانی ناهید تقوی این درد را از 220 روز سلول انفرادیش دارد. به گفته این مدافع حقوق بشر ناهید تقوی 68 ساله که به بیماری دیسک کمر مبتلاست بر اثر فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازشویی بیماریش حادتر شده و به دیسک گردن، دیابت و فشار خون هم مبتلا شده است.
سه‌شنبه 19 دی ماه گروهی از بازنشستگان فرهنگی و تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و محقق نشدن خواسته هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، یزد و تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان اهوازی شعارهایی چون ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم سر دادند. بازنشستگان کشوری ما هاست که روزهای سه‌شنبه با مطالباتی چون افزایش سنواتی سالانه بر طبق نرخ تورم واقعی، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان متناظر، بیمه کارآمد و تکمیلی و تسری مزایای نقدی و غیر نقدی شاغلان به بازنشستگان تجمع می کنند. بازنشستگان افزایش حقوقی 20% را با وجود نرخ تورم 70% غیر قابل قبول خوانده و خواهان افزایش حقوق هستند. زهرا مینویی وکیل دادگستری اعلام کرده است که موکلش مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 2 سال و 8 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 1 سال از حکم حبس او قابل اجراست. مینویی افزود مهدی یراحی در حال حاضر با وثیقه 15 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد است. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه خبر داده بود که مهدی یراحی که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی آثاری اعتراضی منتشر کرد و روز ششم شهریور ماه بازداشت شد، با تودیع وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شده است. بازداشت مهدی یراحی که در پی انتشار موزیک ویدیوی اعتراضی جدید او معروف به روز سریتا انجام شد، با واکنش گسترده کنشگران و چهره‌های مختلف همراه بوده است. صفحه خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اینستاگرام از محکومیت دوباره او به نزدیک به 6 سال حبس خبر داد. در استوری صفحه اینستاگرام پیرزاده روز دوشنبه آمده است که او به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است. در این استوری همچنین آمده که این زندانی سیاسی مشروطه خواه از 2 اتهام نشر اکاذیب و تحصیل مال نامشروع تبرئه شده است. خبر محکومیت دوباره خالد پیرزاده به حبس کمتر از 1 هفته بعد از آن منتشر می شود که این زندانی سیاسی پیشین گفته است که حال آقای پیرزاده بعد از 9 روز اعتصاب قضا اصلا خوب نیست. عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از استقرار ماموران پلیس با لباس شخصی در 200 بوستان تهران خبر داد و این اقدام را در راستای تأمین امنیت دانست. فرمانده انتظامی تهران بزرگ امروز شنبه 19 دی ماه مدعی شد که در نتیجه این اقدام در طول 72 ساعت گذشته 294 سارق و مالخر بازداشت شده و 68 باند سرقت هم منهدم شده است. محمدیان اعلام کرد که ماموران پلیس تهران با لباس شخصی در 200 بوستان تهران حضور دارند تا بتوانند عملکرد بهتری در تأمین امنیت شهروندان داشته باشند. وی با این حال گفته است که کار مبارزه با سرقت به ویژه سرقت مسلحانه سخت است. احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، هم هفته گذشته مدعی شده بود که احساس امنیت در تهران رو به افزایش است و در همین رابطه از اضافه شدن 1000 موتورسیکلت به ناوگان پلیس پایتخت خبر داد. بینندگان عشمان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار.
آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. به رغم اعتراضات فعالان محیط زیستی، ماش‌پاشی دریاچه ارومیه آغاز شد. بنا به ادعای مقامات حکومتی، ماش‌پاشی دریاچه ارومیه به منظور تثبیت توده‌های نمکی این دریاچه و جلوگیری از طوفان نمک انجام شده است. ماش نفتی از فرآورده‌های نفتی است که از حدود 50 سال پیش استفاده از آن برای تثبیت شن و طوفان گرد و خاک در خوزستان آغاز شد. این اقدام اما از نظر کارشناسان محیط زیستی آسیب‌های فراوانی از جمله آسیب به پوشش گیاهی منطقه و از بین رفتن حیوانات وحشی را به دنبال داشت. با توجه به این تجربه، آغاز ماش‌پاشی در دریاچه ارومیه باعث ایجاد نگرانی‌های فراوانی شده است. اغلب علاقمندان به حوزه محیط زیست آغاز ماش‌پاشی در دریاچه ارومیه را پایانی برای امیدها به احیای این دریاچه دانستند. عرفان شکوری بعد از چند بار عمل جراحی بینایی چشم راست خود را برای همیشه از دست داد. چشم این نوجوان در جریان تلاش حکومت برای سرکوب خیزش انقلابی آسیب دید. به دلیل فاصله نزدیک شلیک، انجام هر گونه پروتز برای چشم او ناممکن شده است. در شهریور ماه سال 1401 و اولین روزهای خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، مردم رزمان شهر استان گیلان مانند بسیاری دیگر از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند. عرفان شکوری متولد سال 87 یکی از این شهروندان بود که به خیابان آمد، اما در پی کمک به یکی از دوستانش به نام ساسان قربانی آسیب دید. ساسان قربانی آن روز به دلیل شلیک گلوله ماموران مجروح شد. عرفان برای کمک خودش را به او رساند، اما ماموران لباس شخصی از فاصله نزدیک با گلوله گاز اشک‌آور به صورت این نوجوان هم شلیک کردند. در پی این شلیک بینی و دو چشم عرفان که آن زمان 13 ساله بود به شدت آسیب دیدند. ساسان قربانی 31 ساله هم به علت شدت جراحات وارده و ضرب و شتم ماموران جان خود را از دست داد. یوسائیل کاس، وزیر خارجه اسرائیل، شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی تأیید کرد که اسرائیل پشت ترور وسام حسن نتابیل، یکی از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه موسوم به رزوان گروه حزب الله بوده است. این در حالی است که حزب الله میگوید در واکنش به حملات اخیر اسرائیل روز سه‌شنبه به یک پایگاه نظامی در شمال این کشور حمله پهپادی کرده است.
رسمی سلکاس گفته است که در رابطه با حمله اخیر در جنوب لبنان ما مسئولیت ترور پرونده نیروهای رضوان را بر عهده می‌گیریم و افزود این بخشی از جنگ است. ما عوامل حزب الله، زیرساخت‌هایشان و سیستم‌هایی را که علیه اسرائیل ایجاد کرده‌اند مورد هدف قرار می‌دهیم. کاس همچنین عنوان کرد که ما بهایش را می پردازیم. یک جنگ اینجا رخ داده و شرایطی به وجود آمده و ما هم در همان راستا اقدام می کنیم، وگرنه باید حمله 150,000 فروند موشک را خونسا کنیم. هدف ما بازگرداندن امنیت ساکنان شمال، بازگرداندن امنیت ساکنان جنوب و دولت اسرائیل است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز هنگام ملاقات با رئیس جمهوری اسرائیل اسحاق هرزوگ در تل آویو درباره تلاش‌های بی‌وقفه واشنگتن برای بازگرداندن گروگان‌ها از اسارت حماس به خانه صحبت کرد. او گفت که آنچه را که از متحدان منطقه‌ای شنیده با هرزوگ و بنیامین نتانیاهو در میان خواهد گذاشت. به گزارش تایمز اسرائیل هرزوگ در این دیدار تاکید کرد که اسرائیل در شرایط بسیار پیچیده روی زمین نهایت تلاش خود را می کند تا مطمئن شود که هیچ عواقب ناخواسته و تلفات غیر نظامی در کار نخواهد بود. رئیس جمهوری اسرائیل در این زمینه تاکید کرد ما هشدار می دهیم، تماس می گیریم، نشان می دهیم، اعلامیه می فرستیم، از همه ابزارهایی که قوانین بین الملل به ما امکان می دهد استفاده می کنیم تا مردم را جابجا کنیم، تا بتوانیم این شهر عظیم ترور که در زیر خانه ها، اتاقهای نشیمن، اتاق خواب، مساجد، مغازه ها و مدارس وجود دارد را بیرون بیاوریم. این نشست در حالی در تل آویو برگزار شد که برخی از خانواده های گروگان های غزه در خارج از جلسه تجمع کردند و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا برای آزادی ربوده شدگان اقدامات بیشتری انجام بدهد. دادگاه تجدید نظر در دانمارک جرم جاسوسی برای عربستان سعودی توسط سه عضو یک گروه اپوزیسیون ایرانی را قطعی اعلام کرد. این رأی روز سه‌شنبه 19 دی ماه اعلام شده است. دادگاهی در دانمارک پیشتر در بهمن ماه سال 1400 این سه تن را که به جاسوسی و فعالیت تروریستی با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی در ایران متهم شده بودند مجرم اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این سه تن به دلیل جرایم متعدد از جمله ارائه اطلاعات در مورد سازمان‌ها و افراد دانمارکی و خارجی به یک سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی با محکومیت‌های تا 12 سال زندان روبرو هستند. دانمارک در بهمن ماه سال 98 اعلام کرده بود که سه عضو گروه جنبش عربی آزادی بخش الاحواز را به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت کرده است. بر اساس اعلام اداره امنیت و اطلاعات دانمارک این سه ایرانی به اتهام جاسوسی به مدت 6 سال از افراد و شرکت‌ها برای نهادهای امنیتی عربستان سعودی بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش‌هایی که در همان زمان منتشر شد بازداشت این افراد با خونسا شدن طرح کشتن شماری از مخالفان حکومت ایران در سال 2018 مرتبط بوده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز شنبه گابریل آتل وزیر آموزش را به عنوان نخست وزیر جدید مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. آقای آتل 34 ساله که آشکارا همجنسگرا بودن خود را اعلام کرده جوانترین نخست وزیر در تاریخ فرانسه است. وی که در دوره اوج همه‌گیری کرونا سخنگوی دولت فرانسه بود اینک جایگزین خانم الیزابت بورن می شود که روز دوشنبه 18 دی ماه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این گزینش لزوماً به هیچ تغییر و تحول سیاسی عمده‌ای منجر نخواهد شد، اما نمایانگر علاقه ماکرون به پایان دادن به تنش‌های ناشی از سیاست او در حوزه‌های مزایای بازنشستگی و امور مهاجرتی در سال میلادی گذشته است که مخالفت شدید شهروندان فرانسه را به همراه داشت. بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر،
اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. مقامات اکوادور میگویند رهبر یکی از باندهای فعال در زمینه جرایم سازمان یافته در زندان ناپدید شده است. از خوزه آدولفو ماکیاس که رهبری گروه تبهکار لوس شورنوس را بر عهده دارد به عنوان تحت تعقیب ترین زندانی اکوادور یاد میشد. مقامات اکوادور گفتند که عملیات جستجوی او را آغاز کردند. دفتر دادستانی اکوادور گفته است که تحقیق درباره ادعای فرار خوزه آدولفو ماکیاس آغاز شده است. خوزه آدولفو ماکیاس که با نام فیتو شهرت دارد در سال 2011 به جرم قاچاق مواد مخدر و قتل به 34 سال زندان محکوم شد. شرکت اپل پرداخت غرامت به صاحبان آیفون های مدل پایین تر در آمریکا به دلیل کاهش آمدانه از سرعت این مدل ها را آغاز کرده است. در سال 2017 بعد از آنکه اپل تایید کرد که آمدانه از سرعت آیفون هایی که مدل پایین تری دارند کاسته است، عده‌ای از صاحبان این گوشی ها کمپانی را به دادگاه کشاندند. به گفته اپل بعد از آنکه باتری گوشی ها کهنه می شد و کارایی گوشی پایین می آمد، این کاستن از سرعت آن باعث می شد که عمر گوشی افزایش پیدا کند. با این حال پیش از آنکه دادگاه حکمی صادر کند، کمپانی اپل پذیرفت که به جای ادامه روند دادرسی 500 میلیون دلار به صاحبان شاکی غرامت پرداخت کند. این کمپانی آمریکایی اکنون پرداخت به شاکیان را آغاز کرده و هر شاکی قرار است که حدود 92 دلار غرامت دریافت کند. در میانه سال 2022 هم حدود 24 میلیون صاحب گوشی آیفون در بریتانیا چنین شکایتی را از اپل ثبت کردند که هنوز به سرانجام نرسیده است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.